سخنرانی ویژه و مهم دکتر مسعود پزشکیان در آخرین صحبت‌هایی که انجام داد. همونجور که گفته شد بعد از مراسم تحلیفی که برای دکتر مسعود پزشکیان در مجلس شورای اسلامی برگزار شد، الان شروع به کار رسمی دولت و توی دو هفته و به نظر میرسه که طبق گفته‌های خود دکتر پزشکیان در نهایتاً یک هفته وقت هست برای تعیین کابینه و اعلام اسامی وزرای پیشنهادی به مجلس شورای اسلامی. اما تو این ویدیو قصد داریم بپردازیم به آخرین و مهمترین صحبت‌ها و سخنرانی که دکتر پزشکیان انجام داد و قبل از اون بپردازیم به یک صحبت بیانیه مهمی که دکتر پزشکیان گفت. رئیس جمهور اعلام کرد که سوگند یاد کرد و از این گفت که پاسدار مذهب رسمی و نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی کشور باشد و خود رو وقف خدمت به مردم و اطلاع کشور و ترویج دین و اخلاق و پشتیبانی از حق و گسترش عدالت کنه. دکتر مسعود پزشکیان طبق اصل 121 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با حضور در مجلس شورای اسلامی در آیینی که در آن رؤسای قوا اعضای شورای نگهبان و میهمانان خارجی شرکت کرده بودند به صورت رسمی متن سوگندنامه را قرائت و امضا کرد. متن سوگندنامه رو هم حتما توی ویدیوهای گذشته بهش اشاره شده و طبیعتا دیدید، اما به صورت چکیده بدین گونه هست که اعلام شد: من به عنوان رئیس جمهور در پیشگاه قرآن کریم در برابر ملت ایران به خداوند قادر و متعال سوگند یاد میکنم که پاسدار مذهب رسمی نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی کشورم باشم و همه استعدادها و صلاحیتهای خیش را در راه ایفای مسئولیتها بر عهده بگیرم، وقف خدمت به مردم شوم و اطلاع کشورم را در درجه اول قرار دهم و بپرهیزم در حراست از مرزها و استقلال سیاسی اقتصادی فرهنگ کشورم را از هیچ اقدامی دریغ نکنم و با کمک از خداوند و پیروی از پیامبر اسلام و ائمه اطهار علیهم السلام قدرتی را که ملت به من عطا کردند رو همواره پاس بدارم. در ادامه دکتر پزشکیان صحبت‌های مهمی را انجام داد که تو این ویدیو با هم دیگه فیلم‌های مختلفش رو خواهیم دید و همونجور هم که گفته شد دولت 14 و دولت وفاق ملی خوند و از این گفت که به دنبال تعامل سازنده و مؤثر با جهان بر پایه اصول و عزت و حکمت و مصلحت خواهیم بود. تشویق رئیس جمهور توسط نمایندگان جبهه مقاومت در زمان سخنرانی علیه رژیم اشغالگر هم در نوع خودش حساب جالب توجه بود. دکتر پزشکیان در ادامه گفت: ما ایرانی می‌خواهیم دست یافته به جایگاه اول اقتصادی علمی فناوری در سطح منطقه. ما ایرانی می‌خواهیم که توسعه یافته باشد و ارزش‌های اسلامی، ملی و انقلابی رو با تأکید بر مردم سالاری دینی و عدالت اجتماعی و آزادی‌های مشروع رو حفظ کرامت و حقوق انسان‌ها بدونیم. ایرانی می‌خواهیم دارای تعامل سازنده، مؤثر بر جهان و اصل و حکمت و مصلحت. پزشکیان در ادامه گفت که برای رفع تحریم‌های ظالمانه از پای نخواهیم نشست و در ادامه هم با هم دیگه بشنویم مهمترین و ویژه‌ترین صحبت‌ها و اتفاقاتی که در این مراسم و در به نظر آخرین صحبت‌هایی بود که دکتر پزشکیان انجام داد و فردا شب به نظر میرسه جلسه دولت رو خواهیم داشت و اگر که تصاویر و بیانیه از این جلسه بیرون بیاد حتما واسهتون پوشش‌های کامل رو خواهیم داد. با هم دیگه بشنویم صحبت‌های رئیس جمهور در خصوص دولت 14. و رویاهای هیچ کودک فلسطینی زیر آوارهای خانه پدری مدفون نماند. ما می توانیم ما می توانیم با این مردم آزادی منطقه و جهان است محقق کنیم. دولت من با ایجاد تعادل و توازن در روابط خارجی، منافع ملی و نیازهای صلح و امنیت منطقه و جهان را پیگیری خواهد کرد. ما قدر دوستان روسای سختمان را خواهیم دانست. با بازیگران نوظهور در جنوب جهانی روابطمان را تحکیم خواهیم کرد. برای تثبیت دوستی و مودت با همسایگان شرقی و حوزه فرهنگی فارسی زبان تلاش خواهیم کرد.
کشورهای غربی را به درک واقعیت‌ها و ایجاد روابط مبتنی بر احترام متقابل و جایگاه برابر فرا می‌خوانیم و آماده ایم مدیریت تنش با دولت‌هایی که هنوز شأن و جایگاه ایران را درک نکرده‌اند گفتگو کنیم. من عادی سازی روابط اقتصادی و تجاری ایران را با جهان حق مسلم ایران می دانم و برای رفع تحریم های ظالم از پای نخواهم نشست. دولت من هرگز تسلیم زورگویی، فشار و استانداردهای دوگانه نخواهد شد. تجربه بیش از دو دهه مذاکره با ایران باید دولت‌های طرف مذاکره با ایران را به این درک رسانده باشد که ما پایبند به تعهداتمان بودیم و خواهیم بود، ولی مردم، رهبری و نظام سیاسی ایران به فشار و زیادخواهی پاسخ نمی‌دهند. قوه قضاییه، رئیس مجلس خبرگان رهبری و دبیر شورای نگهبان و رئیس تشخیص مصلحت نظام و جمعی از وزرا حضور پیدا کرده بودند و مراسم تحلیف انجام شد. دستور جلسه 14 مجلس بدین گونه بود که نواختن سرود جمهوری اسلامی ایران، تلاوت آیات قرآنی و در نهایت نطق رئیس جمهور و بیاناتش و در آخر هم به پایان مراسم تحلیف رئیس جمهور ایران که در ادوار گذشته هم امضای یاد بود مراسم تحلیل و گرفتن عکس یادگاری مهمانهای حاضر مرسوم بوده که انجام شد و توی این ویدیو میپردازیم به تک تک تصاویری که از این مراسم بیرون اومد و صحبتهای مهم و فوق‌العاده جنجالی که دکتر پزشکیان در این مراسم انجام داد که در نوع خودش حائز اهمیت و فوق‌العاده مهم بود. و بعد از این مراسم باید منتظر باشیم که جدیدترین اتفاق و مهمترین اتفاق بیفته، یعنی تکمیل وزرا و کابینه دکتر پزشکیان و دولت 14 و ببینیم که چه اشخاصی برای وزارت خانه ها انتخاب شدند و قراره در دولت 14 فعالیت کنند. با ما همراه باشین، منتخبی از تصاویر و چکیده فوق‌العاده مهم از مراسم تحلیف مسعود پزشکیان. من به عنوان رئیس جمهور در پیشگاه قرآن کریم و در برابر ملت ایران به خداوند قادر متعال سوگند یاد می کنم که پاسدار مذهب رسمی و نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی کشور باشم و همه استعداد و صلاحیت خیش را در راه ایفای مسئولیت هایی که بر عهده گرفتم به کار گیرم و خود را وقف خدمت به مردم و اطلاع کشور، ترویج دین و اخلاق، پشتیبانی از حق و گسترش عدالت سازند.